مشروع خبرها، مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در گزارش سالانهشان میگویند که بیش از 66,718 هزار متریک تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره شده و بر اساس نفوس برای 34 ولایت کشور تقسیم بندی خواهد شد. و گفته مسئولان وزارت زراعت و مالداری 6,195 تن گندم کمکی دیگر در سیلوی قندهار ذخیره می باشد که این گندم ها برای شهروندان در مقابل کار پرداخت خواهد شد. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی در گزارش سالانه خود میگوید گندم های ذخیره شده بر اساس کار برای مردم توزیع می شود. مصباح الدین مستعین سخنگوی این وزارت در گزارش دهی سالانه خود گفت که 35,000 جریب زمین برای کشت گندم بذری در 6 زون کشور تفتیش شده است. آقای مستعین افزود که 567 دهقان برای مجادله علیه آفات و امراض نباتی آموزش دیده است. نهم د افغانستان د اسلامي امارت د عالی مقام د فرمان په اساس ته باندې 6,000 متریک ټن غنم چې د هیواد په سیلوګانو کې زیرمه سوي و د هیواد په څلور ولایتونو کې د نفوسو پر بنسټ ویشل سوي دي. دا کار د کار په بدل کې غنم ورکول سوي دي چې خلکو دپاره کاریابي هم وه او مرسته هم ورته. در ادامه مولوی صدراعظم معین وزارت زراعت و مالداری گفت در مورد حفاظت از جنگلات جلغوزه و صادرات آن با کشور چین صحبت شده و این کشور وعده همکاری داده است. معین وزارت زراعت افزود که 3 بند بزرگ آب در حال کار است و با ساخت این بندها مشکلات زراعتی کشور تا حدودی حل خواهد شد. خصوصا د چین د سفیر سره دا خبر شریک شوی چې موږ مسئله وکولای شو چې د خپل جلغوزه لپاره بازار موندنه وکړو او هغه شی چې ذخیره و هغه ته موږ مسئله په دې باندې د اقتصادي کمیسیون د پریکړې د مصوبې په هغه باندې موږ په دې باندې وتوانېدو چې الحمدلله چې څومره ذخیره وه په افغانستان کې هغه موږ ورته وویل چې تاسو وکولی شئ چې تاسو تقریبا دغه صادر کړئ. در همین حال مولوی وزیری یکی از مسئولان وزارت زراعت در بخش زعفران در مورد طرح جدید تولید زعفران گفت که 20,000 متریک تن زعفران در کشور قابل تولید بوده و حدود 8,000 هکتار زمین تحت کشت زعفران بوده است. آقای وزیری گفت که تولید زعفران در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به گفته مسئولان وزارت زراعت افغانستان در اکثر نقاطشان زعفران نتیجه خوب دارد، اما ولایت هرات در بخش تولید زعفران جایگاهی بی‌بدیل است. سرمایه گذاری در ولایت هرات شده و تولید در ولایت هرات است 10% دیگر در 33 ولایت افغانستان، یعنی زعفران در تمام ولایت افغانستان نتیجه میده. از اینکه آغاز پروسه زعفران از ولایت هرات شروع شده بود و بیشترین سایه مستعد به زعفران ولایت هرات است. گفته نیست که مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در قسمت حمایت و تقویت پایدار منابع طبیعی تاکید کرده میگوید این وزارت توزیع 106,052 متریک گندم را جهت تطبیق پروژه کار در مقابل غذا با استخدام 6,618 تن کارگر در نقاط مختلف شهر کابل انجام داده است. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.